اگر هر یک از ملت ایران از این 77 میلیون یه تفنگ دستش بگیره، در مقابل هیچ ارتشی، ارتش‌های مقتدر جهان تاب مقاومت نخواهد داشت. اگر جمهوری اسلامی امروز عرض اندام میکنه در مقابل کشورهای غربی، به خاطر اینکه از این پشتیبانی در واقع کشورهای غربی برخوردار هست و اینا دروغ میگن، هم به ملت خودشون هم به ملت ما. کسی نمیخواد با جمهوری اسلامی بجنگه در جهان و کسی نمیخواد که یک حکومت ملی و مردمی در ایران حاکمیت به دست بیاره. کسی نمیخواد که ملت ایران بتونه سرنوشت خودش رو به دستش بگیره. به خاطر این هست که کسی به فولادوند و کسی به شاه ایران جایزه صلح نوبل نمیده، با اینکه پرچمدار صلح در منطقه بود، پرچمدار خرد و آزادگی بود. به راستی سوگند، در مقابل تمامی ارتش‌های جهان ملت ایران رو بدون سلاح خواهند ایستاند، اگر بخوان به حقوق ملت ایران و به آزادی و آزادگی و خاک ملت ایران تجاوز بکنند. که هموطنان گرامی، این مطلب رو من توضیح میدم. کشورهای قدرتمند جهان خردمند هم هستند. در زمانی که با ملتی صلح‌دوست و قدرتمند و با خرد و با دانش روبرو بشن، روش تفکیر نخواهند کشید. به شرف سوگند، خردی رو در سرزمین ایران به نمایش خواهم گذاشت که آفریدگار جهان رو به رقص وادارم. به شرف سوگند، نه اینکه من این خرد رو. بخوام بهش افتخار بکنم به نام هوشنگ، نه، این خرد رو به نام ملت ایران، این خرد رو و این دانش رو به نام فرهنگ پویا و پیشرفته ایران به نمایش خواهم گذاشت. ملت ایران رو به سربلندی خواهم رسوند که دیگر ملل جهان انگشت به دهان بمونند. هموطنان گرامی، همراهی کنید انجمن پادشاهی ایران رو. من دلوف نمیزنم. همان گونه که داریوش بزرگ گفت، من برای اینکه کار گزاران و مردم از هم دور بدانند، قوانینی رو وضع کردم که اگر شما خشایارشا به اون عمل کنید، مردم و کارگزاران از هم دور نگه داشته خواهند شد و در آرامش و آسایش زندگی خواهند کرد و سبب در واقع سوء استفاده ماموران دولتی نخواهند شد. به راستی سوگند، قوانینی رو از دل این تاریخ و این سرزمین در واقع شکوهمند بیرون خواهم آورد که جهان رو با تعجب روبرو بکنم. هموطنان گرامی، به سخن من توجه کنید. آنچه که جهان امروز جهان پیشرفته با به قول معروف آهناله میخواد بهش برسه، من برای ملت ایران از دل این سرزمین، از دل این سرزمین قانون، من قوانینش رو بیرون خواهم آورد و من این قوانین رو در جهان هستی به نمایش خواهم گذاشت. همراهی کنید انجمن پادشاهی ایران. کسانی که مطالعه دقیق از این فرهنگ داشته باشید میدونید که من چه میگم، ولی من این رو میگم و کسی در جرأت این رو داره که بگه و نخرد این رو. ممکنه که دانش من به اندازه شما سروران و دانشمندان بزرگان این سرزمین نباشه، ممکن است،
ولی آنچه که پشتوانه انجمن پادشاهی ایران، آنچه که پشتوانه خرد ملی و آنچه که پشتوانه هوشنگ هست، هموطنان گرامی، خرد این و این فرهنگ و این فرهنگ پویا هست. شما میتونید هزاران کتاب خوانده باشید، میتونید روزی یک کتاب بخونید، ولی به راستی ما که کتاب خونه نیستیم به عنوان انسان. اگر روزانه یک کتاب بخونید و بذارید توی تاخته اتاقتون ولی نتونید اینها رو در ارتباط قرار بدید، هیچ تفاوتی با این قفسه کتاب نخواهید داشت. خرد اگر پشتوانه دانش، فرهنگ اگر پشتوانه دانش نباشه، دانش به جایی نخواهد رسید. اگر خرد و دانش متحدن دست در دست هم نداشته باشند، گلوله توپ به گونه یک نیم عمل خواهد کرد. من با پشتوانه این فرهنگ درستی جهان رو با تعجب روبرو خواهم کرد. با هموطنی سخن می گفتم در زمانی که من از همین تلویزیون، از همین دوربین تلویزیون درجه ستوان دومی یا درجه سرگرمی به کسی بدم، درستی سوگن ماه رو از آسمان به زمین خواهد کشید. با چنین افتخاری، با چنین نامی و سربلندی، زیرا که من این تاریخ رو میشناسم، من خصوصیات یک انسان رو میشناسم، ارزش‌های یک انسان رو، و میتونم با خرد اون رو بست و توضیح بدم. هموطنان گرامی، مطالبی رو که توضیح دادم از زبان کسی نمیشنوید. نه کسی میلش رو داره و نه کسی جرأتش رو. ولی درستی که من نوت آخر گفتم، میزنم هرچه میخواد بشه. از دیگه شخصا زندگی کردم، هرگز پام رو از راه راستی جدا نکردم و درستی خسته هستم. خسته از این تاریخ، خسته از این بیداد، خسته از این جهان. جهان را چنین است، آیین و دین نمانده است همواره در یک گزین. یکی را ز خاک سیاه برکشد، یکی را ز تخت کیان برکشد. نه از این شاد گردد، نه از آن دردمند، چنین است رسم سرای گزند. راستی اگر بخواد که وضعیت ملت ایران به این گونه که هست ادامه پیدا کنه، اگر بخواد که ناتوانی هوشنگ در ارتباط رهبری کردن یک مبارزه در جهت سرنگونی حاکمیت اهریمن همین گونه که هست باقی بمونه، هموطنان گرامی، من خواستار این زندگی نیستم. شهست سال با راستی زندگی کردن اینجاست، نهایتش. 10 سال دیگه، 20 سال دیگه به کجا خواهم رسید؟ راستی خواهانش نیستم، در صورتی که نتونم این مبارزه رو به پیروزی برسونم.